موضوع میانجیگری رو من مطلع نیستم، حالا باید ایشون تشریف بیارن و در مذاکراتی که دارند محورها و موضوعات اونجا مطرح خواهد شد. ایران از حمله موشکی به نفتکش خود میگوید در نزدیکی عربستان. در آستانه سفر عمران خان به ایران، شانس مذاکره بین تهران و ریاض بیشتر است یا بالا گرفتن مواجهه؟ همچنین در برنامه امشب ادامه حملات سنگین ترکیه به شمال سوریه، افزایش تلفات غیر نظامی، شبه نظامیان کرد از مسئولیت اخلاقی آمریکا میگویند. آمادگی ایران و آمریکا برای میانجیگری در بحران شمال سوریه، ترکیه میگوید کردهای سوری تروریست هستند، برای گفتگو با آنها واسطه نمیپذیرند. ادامه انتقادها از سخنان حسن روحانی درباره اولین دوره مجلس ایران، وقتی که به گفته او نظارت استصوابی نبود و زمینه برای حضور همه گرایش ها فراهم بود. و تلاش برای شکستن تابو مسابقه با اسرائیل، گفتگو با رزمیکار ایرانی سوئدی که ماه آینده با حریفی اسرائیلی روبرو می شود. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تایید کرده که با دو موشک به یک نفتکش ایرانی در دریای سرخ حمله شده در نزدیکی سواحل عربستان سعودی. دیروز نفتکش ثابتی با ظرفیت 81 هزار تن بار دچار سانحه شد. علی شمخانی گفته که ایران به این حمله پاسخ می‌دهد. مدت هاست که رابطه تهران و ریاض وارد مرحله دیگر از تهدید و تنش شده، خصوصا بعد از حمله یک ماه پیش به تأسیسات نفتی شرکت آرامکو. البته دو طرف ضمن هشدار دادن به همدیگر از تمایل به گفتگو هم حرف زدند. همین حالا هم موضوع تبادل پیام میان دو طرف مطرح است، مشخصا با واسطه گری عمران خان نخست وزیر پاکستان. ولی بخت گفتگو چقدر است؟ در صورت تندتر شدن فضا هر کدام از طرفها تا کجا پیش خواهد رفت؟ کسرا ناجی گزارش می‌دهد. ایران که دیروز محتاطانه واقعه برای کشتی نفتکش ایرانی را در دریای سرخ یک سانحه توصیف کرده بود، امروز آن را یک حمله موشکی دانسته. ایران میگوید سرنخ‌هایی از این حمله به دست آورده و مشغول بررسی‌های بیشتر است. میگوید دو موشک به آن شلیک شده در 90 کیلومتری ساحل جده. مظنونان اصلی عربستان و اسرائیل. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید این دفعه اول هم نیست. در ماه‌های اخیر دو کشتی نفتکش دیگر ایران هم در همین آبراه، در همین نزدیکی‌ها هدف خرابکاری قرار گرفت. نفتکش‌هایی به نام هپینس و هرم که ایران قبلا گفته بود دچار نقص فنی شدند. امیر دریاوان شمخانی در واکنش به حمله موشکی بامداد جمعه به نفتکش ایرانی در دریای سرخ تاکید کرد راهزنی دریایی و شرارت در آبراهای بین‌المللی که با هدف ناامن‌سازی رفت و آمد شناورهای تجاری انجام می‌شود بدون پاسخ نخواهد ماند. احتمال بالا گرفتن مجدد تنش در منطقه شاید یکی از دلایل اعزام 1800 نفر نیروهای بیشتر آمریکا به عربستان بود که وزیر دفاع آمریکا اینجا دیروز جزئیات آن را اعلام کرد. Saudi Arabia is a long-standing security partner in the Middle East. عربستان سعودی که یکی از همپیمانان امنیتی نزدیک ماست، تقاضای حمایت بیشتری از ما کرده برای تقویت دفاعیش و برای حفظ نظم جهانی بر اساس قوانین بین‌المللی. در واکنش به ادامه تهدیدها در منطقه، من دستور دادم که دو اسکادران هواپیماهای جنگنده با سامانه‌های موشکی و دفاعی بیشتر پاتریوت و تاد در عربستان مستقر شود، همراه با پرسنل لازم. ناظران میگویند نیروهای تازه احتمالاً بخشی از کوشش تازه‌ای هستند برای آماده کردن پایگاه نظامی پرنس سلطان در عربستان برای استقرار نیروهای بیشتر. این رئیس جمهوری آمریکا کمی بعد از اعلام اعزام نیروهای بیشتر به عربستان. عربستان به درخواست من توافق کرده که هزینه همه فعالیت‌های ما را بپردازد. این اولین بار است و کشورهای دیگر هم همین را قبول کردند. عربستان هزینه همه کارهایی را که ما برای کمک به تقویت دفاعی آنها می‌کنیم می‌پردازد و ما از آنها ممنون هستیم. عربستان اما امروز در اولین واکنش به خبر هدف قرار گرفتن کشتی نفتکش ایرانی گفته است کمی بعد از حمله پیام‌های درخواست کمک از کشتی دریافت کرد، اما کمی بعد کشتی رادیویش را خاموش کرد و به حرکتش ادامه داد.
عربستان گفته است به امنیت کشتیرانی در منطقه متعهد است. کاسترنجی بی بی سی. محسن میلانی استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی از تامپا با ماست. آقای میلانی، وقتی فضا رو نگاه میکنیم بین ایران و عربستان، به نظرتون مذاکره میچربه یا مواجهه؟ با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان، من فکر میکنم که در این دو ماه اخیر، دو سه ماه اخیر، تنش بین ایران و عربستان و آمریکا به اوج خودش رسید. همونطور که خود شما و خبرنگارتون به درستی گفتن، حملاتی که به نفتکش‌های کشورهای مختلف شد، سقوط پهپاد آمریکایی و حمله از همه مهمتر به تسهیلات نفتی عربستان سعودی، ما را به نزدیکی جنگ برد. ولی به نظر میرسه که هر سه طرف، یعنی عربستان سعودی، آمریکا، ایران، به نتایج مختلف رسیدن. یعنی آمریکا یک بار دیگه نشون داد که رغبتی برای جنگ در خاورمیانه نداره. آقای ترامپ در انتخابات خیلی مهمی سال آینده قرار خواهد گرفت و نمیخواد یه جنگی رو انجام بده. از یه طرف دیگه عربستان سعودی به نظر من دلواپس شد، به خاطر اینکه فکر میکرد که آمریکا به نجات عربستان میاد و به ایران حمله میکنه. و از همه مهمتر اینه که ایران هم به نظر میرسه به این نتیجه رسیده که حملاتی که انجام شده، یعنی در حقیقت میشه گفت که سیاست به اصطلاح مقاومتی که قبلا داشته تبدیل کرده به مقاومت حمله‌ای، اما به این نتیجه رسیده که بیشتر از این به مصلحتش نیست که تنش رو ادامه بده. بنابراین جمع‌بندی تمام این مطالب اینه که هر سه کشور به این نتیجه رسیدن که باید تنش خودشون رو مدیریت بکنن، یعنی اینکه پرهیز از جنگ بکنن، چون اگر جنگی بشه شعله این جنگ کل منطقه رو خواهد گرفت. و از اون مهمتر، هر سه نفر به این نتیجه رسیدن که فعلا بهترین کاری که میتونن بکنن که تنش‌های خودشون رو مدیریت بکنن و سعی کنن یه طوری درهای مذاکره رو چه بین ایران و آمریکا و از اون فعلا مهمتر بین ایران و عربستان باز بکنن. بنابراین امکان داره ما در هفته‌های و ماه‌های آینده تنش زیادتری بین این سه قدرت ببینیم، ولی به نظر من تراجکتوری به طرف مدیریت تنش و کمبود تنش خواهد بود. تا چه اندازه فضا قابل مدیریت وقتی که ما بازیگرهای دیگه ای هم داریم، مثلا اسرائیل که هر از گاهی گفته میشه دلش میخواد فضا به طرف تنش بیشتر بره؟ خیلی مشکل خواهد بود. فقط مسئله رولی که بعضی نیروهای مخرب میتونن در منطقه بازی کنن این نیست. خطر این که در آمریکا هم کسایی هستند که نمیخوان این تنش کم بشه. من فکر میکنم در داخل ایران هم کسایی هستند که نمیخوان این تنش کم بشه. اما در غایت موقعی که اینها کسایی که تصمیم گیرهای عمده هستند به این فکر میکنن، به نظر من به این نتیجه رسیدن و خواهند رسید که باید به هر قیمتی شده این رو تنش بکنید. یک جمله معروفی آقای پتریس داره، در دورانی که ایشون در عراق بود و خیلی محبوبیت زیاد داشت، میگن هر موقع پیش ایشون میرفتن و از ایشون مثلا میخواستن که آیا باید حمله دیگه در اینجا یا در اونجا بشه، ایشون یه سوال میکرد، میگفت سوالم من اینه که خیلی خوب ما حمله کردیم، بعد از اون چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نظر من این سوال رو تهران داره خودش میکنه، عربستان هم این سوال رو داره میکنه و آقای ترامپ الان مدت هاست که این سوال خودش میکنه. بنابراین اگر یک مقداری درایت نشون بده تهران و عربستان سعودی، من فکر میکنم که اینها میتونن این تنش خودشون رو مدیریت بکنن که شاید صلح و آرامش به خلیج فارس برگرده. در مورد وزن میانجی چه ارزیابی میشه داشت؟ البته گفته شده که معلومم نیست که آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان برای میانجی رفته باشه، ولی او از چه مقبولیتی برخورداره؟ به نظر من رول خیلی مهمی رو پاکستان میتونه بازی بکنه آقای عمران خان، و اینکه آیا ایشون پیامی از طرف عربستان سعودی داره یا نداره به نظر من خیلی مهم نیست. مهم اینه که ایشون به این نتیجه رسیده که میتونه یک رولی رو بازی بکنه، به خاطر اینکه به نفع سیاست خود ایشون هست.
پاکستان از یک طرف مرزهای طولانی با ایران داره، از طرف دیگه یک جمعیت 20% شیعه داره و رابطه بسیار بسیار نزدیک مالی و اطلاعاتی با عربستان سعودی داره. بنابراین حتی اگر آقای محمد بن سلمان پیامی به ایران نداده باشه، که من واقعا فکر میکنم یه نوع پیامی داده شده، ولی حتی اگر ما فکر بکنیم که پیامی داده نشده، به نظر من نخست وزیر پاکستان به نفع مسائل سیاسی خودش در داخل پاکستان و در منطقه هست که این رول رو بازی بکنه. ما میدونیم که قبلا هم نخست وزیر عراق سعی کرد این بازی رو بکنه، نخست وزیر ژاپن هم سعی کرد این بازی رو انجام بده. اینها همه مهمه، ولی در قایت تصمیم گیر عمده ایران هستند و عربستان سعودی. به نظر من ایران خیلی رو به روشنی گفته، آقای علی لاریجانی این حرف رو زده، آقای دکتر ظریف این حرف رو زده، آقای حسن روحانی هم این حرف رو زده که آماده هستند برن پای میز مذاکره و با عربستان صحبت کنند. بنابراین حتی اگر آقای نخست وزیر پاکستان موفق نشه که به اصطلاح ایران و عربستان رو به طرف میز مذاکره در این چند روز یا چند هفته آینده بیاره، به نظر من رول بسیار خوبی رو میتونه بازی بکنه، برای اینکه هرچه بیشتر کشورهای منطقه به ایران و عربستان فشار بیارن که به پای میز مذاکره برن، امکان این که ما صلح و آرامش در خلیج فارس داشته باشیم بیشتر خواهد شد. غیر از اگر صلح و آرامش در خلیج فارس نداشته باشیم، نه رشد اقتصادی این منطقه خواهد کرد و نه ملتش میتونن خواب راحت داشته باشه. مقام های عربستان سعودی گفته بودند که ناامنی رو به داخل مرزهای ایران خواهند کشون. ایران هم هر از گاهی عربستان سعودی رو تهدید کرده. دلیل اینکه از نظر اینکه فضا به سمت مذاکره از نظر شما بیشتر متمایل شده چیه؟ آیا ناامیدی عربستان سعودی از آمریکاست؟ یه مقداری زیادش مسلماً در رابطه با اینه، برای اینکه عربستان خیلی مطمئن بود، حداقل محمد بن سلمان با رابطه نزدیکی که با آقای کوشنر داره، با رابطه نزدیکی که با رئیس جمهور آمریکا داره، فکر میکرد که اگر اتفاقی بیفته آمریکا به کمک عربستان میاد و این اتفاق نیفتاد. این باعث یه دلسردی شد. ولی مطالب دیگه هم هست. از یک طرف بعد از 4 سال سیاست آقای بن سلمان در یمن شکست خورده. یعنی اینها هنوز نتونستن، فکر میکردن یک جنگی رو چند هفتهی تموم بکنن. این جنگ رو تموم، نه فقط نتونستن جنگ رو تموم بکنن، باعث این شده که تنش بین آمریکا و عربستان سعودی به اوج خودش برسه. از طرف دیگه سیاست‌های دیگه‌ای که محمد بن سلمان به پشتیبانی ازش کرده خیلی موفق نبوده، مخصوصاً سیاستی که ایشان داشت اینکه جنگ رو به داخل ایران ببره، و اگر ما به دقت نگاه کنیم به نظر می‌رسه که این جنگ به داخل عربستان فعلا کشیده شده. بنابراین ایشون و کل به نظر من نظام عربستان سعودی دارن تجدید نظر میکنن در رابطه با سیاست‌های منطقه ایشون. و اگر دقت کرده باشید بعد از اون که ترکیه به شمال سوریه حمله کرد، این یک نگرانی بیشتری به عربستان داده، به خاطر اینکه کردها مورد حمایت آمریکا بودن و از دید کشورهای عربی آقای ترامپ یک بار دیگه نشون داده که موقعی که به منفعت آمریکا باشه به متحدینش پشت خواهد کرد. ممنونم از محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی از تامپا با ما. همونطور که آقای میلانی هم اشاره کردند، با ادامه حمله های ترکیه به شمال شرق سوریه، نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها از آمریکا خواستند یک منطقه پرواز ممنوع ایجاد کنند. کردها که متحد آمریکا در جنگ با داعش بودند، واشنگتن را متهم کردند که آنها را در مقابل حمله های ترکیه تنها گذاشته. در 4 روز حمله های هوایی و زمینی، شبه نظامیان متحد ترکیه گفتند که شهر استراتژیک رأس العین را تصرف کردند، خبری که کردها رد میکنند. درگیری ها تاکنون جان دست کم 45 نفر را گرفته. باران عباسی گزارش میدهد. سوریه، روستای مرزی رأس العین، روز 4 حمله های ترکیه به مناطق تحت کنترل کردها.
شبه نظامیان مورد حمایت ترکیه میگویند اینجا را تصرف کردند. این سرباز از ورود به رأس العین خبر می‌دهد. همزمان صدای تیراندازی نیروهای کرد شنیده می‌شود. نیروهایی که سقوط این شهر را تکذیب می‌کنند. آمریکا که با بیرون کشیدن نیروهایش از اینجا راه را برای حمله ترکیه باز گذاشت، می‌گوید هنوز به کردها وفادار است. تأکید می‌کنم ما متحدان کرد خود را تنها نگذاشته ایم. نیروهای آمریکایی در دیگر نقاط سوریه در کنار آنها هستند. نیروهای دموکراتیک سوریه به ما در شکست خلافت داعش و تأمین امنیت نیروهای آمریکایی کمک کردند. به جای اینکه به این درگیری کشانده بشویم، ما رفاه سربازانمان را در اولویت قرار داده ایم. همزمان از ترکیه می‌خواهیم به این عملیات پایان دهد و به ما کمک کند تا نگرانی‌های امنیتی‌اش را با ایجاد یک منطقه امن در مرز ترکیه برطرف کنیم. وزیر دارایی آمریکا هم احتمال تحریم دوباره ترکیه را مطرح کرده. پرزیدنت ترامپ قرار است فرمان اجرایی جدید را امضا کند که به وزارت دارایی امکان وضع تحریم‌های جدید علیه افراد مرتبط با دولت ترکیه را می‌دهد. این تحریم‌ها بسیار شدید خواهند بود. امیدوارم مجبور نشویم آنها را اعمال کنیم. اما اگر بخواهیم می‌توانیم اقتصاد ترکیه را از بین ببریم. کردها اما میگویند چنین اقداماتی بیفایده است. تصمیم به اعمال تحریم‌های اقتصادی بر ترکیه کشتار غیرنظامیان را متوقف نمی‌کند. ممکن است در دراز مدت تاثیرگذار باشد، اما در کوتاه مدت بیفایده است. تنها چیزی که فعلا به ما کمک می‌کند، توقف این حمله بیرحمانه است. ما از متحدانمان می‌خواهیم به وظیفه اخلاقیشان عمل کنند. ما انتظار نداریم که آنها برای فرستادن نیرو به خط مقدم جان سربازانشان را به خطر بیاندازند. تنها چیزی که می‌خواهیم این است که منطقه پرواز ممنوع ایجاد کنند، کاری که برایشان خیلی آسان است. کشورهای عضو اتحادیه عرب هم نگران از وضعیت در شمال سوریه امروز در مصر جمع شدند. این کار فقط یک اسم داره، تجاوز، حمله به یک کشور عرب و تجاوز به حاکمیت ملیش. این تجاوز محکومه و نباید نادیده گرفته بشه. متجاوز هر بهانه‌ای داشته باشه، تجاوز تجاوزه، تجاوزی که نقض قوانین بین‌المللی محسوب میشه. و این پاسخ ترکیه، میگوید عملیات متوقف نخواهد شد. ترکیه میگوید میخواهد میلیون‌ها آواره سوری را به کشورشان برگرداند و در این مناطق اسکان دهد، اما در عوض غیرنظامیان بیشتری را آواره کرده. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید تنها در چند روز گذشته دست کم 100 هزار نفر مجبور شدند از خانه‌هایشان فرار کنند. ایران از حامیان اصلی دولت سوریه که با عملیات ترکیه مخالف است، گفته راه حل توافقی است که 2 دهه پیش بین 2 طرف امضا شد. توافقی که کنترل نیروهای کرد را به عهده دولت سوریه می‌گذارد. ما خواسته ترکیه برای امنیت در مرزهایش را قبول داریم، اما معتقدیم امنیت با حمله به سوریه به دست نمیاد. ما راه حل‌های بهتری به دوستان ترکمون پیشنهاد دادیم، مثل توافق آدانا بین ترکیه و سوریه که هنوز اعتبار داره. ما میتونیم کمک کنیم که کردهای سوری و دولتهای سوریه و ترکیه یک جا جمع بشن. نیروهای مسلح سوریه باید در کنار ترکیه از مرزها محافظت کنند. در مناطق کردنشین اما نشانه ای از پایان حمله ها نیست. اینجا در روستای تلتمر امروز کردها به عزای عزیزانشان نشستند. کسانی که تا همین 2 سال پیش در نبرد با داعش بودند، شیون از بازگشت جنگ بار دیگر در سرزمینشان تنین انداخته. باران عباسی، BBC. امروز گروه‌های بزرگی از کردها در تهران و شهرهای غربی ایران در اعتراض به حمله ترکیه به مناطق تحت کنترل کردها در سوریه تظاهرات کردند. معترضان در تهران و چند شهر دیگر تجمع کردند و علیه رئیس جمهوری ترکیه شعار دادند. این ویدیو منتخبی از تصاویریه که مخاطبان برای ما فرستادن. رجوع تلیاییه، سنب سیوانیه،
تصاویری بود که بعضی از مخاطبان بی بی سی فارسی برای ما فرستادن. گفتگوی داریم در این باره با حقی اویغور، معاون مرکز مطالعات ایران در آنکارا که از همین شهر با ما هستند، و همینطور حسام دستپیش، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل کردستان عراق از بروکسل با ما. سال اول رو از آقای حقی میپرسم. 4 روزه که ترکیه عملیات خودش رو شروع کرده، تا حالا چی به دست آورده؟ تا حالا اینجوری که تو اخبار اومده چند تا مرکز در واقع شهرستان به دست اومدن، تلعبی از آینا و حدود 20 تا روستا به نیروهای ترکیه و شبیه نظامیانه که ترکیه از اونا پشتیبانی میکنه به دستشون اومده. البته در این خصوص چند نفر از نظامیان ترکیه هم شهید شدن و افراد غیر نظامی ترکیه هم متاسفانه جان خودشون از دست دادن بر اساس حملات گروه YPG. ترکیه فکر میکنه این عملیات تا هنگامی که اون هدف از پیش اعلام شده، یعنی اون خط 30 کیلومتری نوار مرزی رو به دست بگیره، ترکیه این عملیات رو متوقف نخواهد کرد و فکر کنم این تا چند هفته دیگه طول خواهد کشت این عملیات. آقای دستپیش، شما چی فکر میکنید؟ تا حالا عملیات نظامی برای ترکیه چه دستاوردی داشته؟ خب ببینید، متاسفانه ترکیه دچار یک نوع توهم شده، توهمی که از لحاظ تاریخی در اون رو دنبال میکنه، به این معنا که بتونه عمق خودشو به اون عمقی تبدیل کنه که امپراتوری عثمانی بودش، و در حال حاضر در صدد با اون چیزی که در رژاوا یا کردستان سوریه داره اتفاق میفته، اساسا با یک پاکسازی قومی بتونه این مناطق رو تحت کنترل خودش در بیاره. در مجموع میتونم بگم که در اون چیزی که در این چند روز ترکا به دست آوردن، چیزی غیر از بی اعتبار شدن و تشدید این آرگومنت یا این استدلال نیست که ترکا بعد از قرنها هر روز آماده نیستن که دست از جنوساید و کشتار مردم بردارن، همچنان که برای ارامنه اتفاق افتاده. این اتفاقی هم که در حال حاضر اتفاق میفته تایید این مسئله رو میکنه که در واقع اون چیزی که در ترکیه اتفاق میفته برگشت به یک نوع تاریخی که هیچ افتخاری در اون وجود نداره. آقای حقی، نظر شما چی؟ بله، میتونم بگم. راستش اینطور نیست. اگه ترکیه قرار بود پیگیر اون امپراتوری عثمانی بود، باید در 3 قاره عملیات انجام میداد، نه فقط در مرزهای خودمون. از دیدگاه ترکیه ببینید مسئله خیلی روشن است. PKK یک سازمان تروریستی است از نگاه ترکیه، YPG شاخه سوریه آن است، و این در مرزهای ما تبدیل شده به دولتچه‌ای، در حکومتچه‌ای اونجا. ما حرفمون اینه، ما اونجا عملیات رو شروع نکردیم که YPG رو کلا از بین ببره ترکیه. فقط تو حرف ترکیه اینه که این از مرزهای ما دور بشه تا نگرانی های امنیت ما برطرف بشه. مگه نه این مسئله YPG، مسئله کردها، مسئله داخلی سوریه است؟ اگر رژیم سوریه، اگر حزب بعث سوریه میتونست مرزهای خودش رو دفاع کنه، ترکیه وارد این مسئله نمیشد. همینطور که ما در ادلب، در لسکی هیچ مشکل با رژیم نداریم، الان اونجا امنیت ترکیه رو تهدید نمیکنه، ولی حزب کارگران کردستان، همون PKK، سازمان تروریستی در 40 سال گذشته بیش از 40,000 نفر ترکیه را کشته. ترکیه بارها با آمریکایی ها گفتگو کرده، مذاکره کرده. در 2 سال اخیر مخصوصا آقای ترامپ سال پیش هم قول داده بود که نیروهای آمریکایی را از اینجا بیرون میکشه، اما نتونسته بود. این دفعه عمل کرده به قولش، و وقتی که آمریکا گرفتن بیرون، ترکیه این عملیات بسیار محدودی را در داخل، در اطراف مرزهای خودش انجام میده. این نه ربطی داره به جنوساید ارامنه که به اصطلاح در دوره عثمانی صورت گرفته، به نه به چیز دیگه. هر کشوری حق داره مرزهای خودش رو اطمینان بکنه، به امنیت بگیره. هر کشوری اون سازمانه تروریستی که میدونه در هر جای جهان مقابله میکنه، همینطور که کشورهای دیگه منطقه. لذا فکر کنم این بی‌انصافی است وقتی که ترکیه یک عملیات ضد تروریستی میکنه، به خاطر اینکه حکومت مرکزی اونجا حاکمیتی نداره، اینجوری مورد اتهام قرار بگیره که در تاریخش هم اینجوری بوده، فلان بوده. آقای دستپیش، ببینید، حرفایی که آقای یا مهمان برنامه‌تون میگن، تو اپوزیسیون سوریه اصطلاحی است بهش میگن مرتزقین. مرتزقین اساسا به اونایی گفته میشه که سوریه هستن و به اصطلاح طرفدار آقای اردوغان هستن. اگه ترجمه فارسیش درست باشه به معنای جیره خاره. این نوع آرگومنتی که اساسا مطرح میشه در رابطه با به اصطلاح حضور ترکیه در
کردستان سوری، همون استدلالیه که ترک ها در مورد کردستان عراق هم به کار می بردن یا اقلیم کردستان. اون موقع هم استدلال می کردن که کشور کردستان تشکیل میشه، مشکلات امنیتی به وجود میاد، گروه های فلان و فلان تو این منطقه فعال هستن. اما نتیجه‌ای که کردستان عراق به جامعه جهانی و به منطقه تحویل داد چیزی غیر از این نبود که به اصطلاح عامل بی‌ثباتی در اون کشورها نشده و به هیچ وجه هم نخواهد شد. اون چیزی که استدلال میشه که اساساً پی‌وای‌دی یا یپگه یه حزب به اصطلاح وابسته به پی‌کی‌کی است، بحث اینه که پی‌کی‌کی بحثش با یپگه خیلی جداست. یپگه یه سازمانیه که در کردستان سوریه فعال بوده، از لحاظ بین‌المللی متعلق به یک ائتلافی بوده که بر علیه تروریست‌ها می‌جنگیده و در مجموع اون استدلالی که مطرح میشه بیانگر واقعیتی نیست که دولت ترکیه در نظر داره. دولت ترکیه هنوزم با تصور به اصطلاح تصرف موصل زندگی میکنه، هنوزم با این تصور داره در خاورمیانه به پیش میره که بتونه نظری که آقای داوودوغلو داشت که ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که مرزمون با دنیای عرب قطع بشه. در مجموع میخوام بگم که استدلال ترک‌ها متاسفانه از یک نوع ذهنیتی نشأت میگیره که هنوز نگاهش معطوف به گذشته است به جای اینکه به آینده و حال حاضر فکر کنه. آقای اوغور، شما اشاره کردید به این که دولت سوریه کنترل چنداری نداره بر اون مناطق. فکر نمی‌کنید که یکی از دلایل تضعیف دولت مرکزی سوریه حمایت‌های زیاد دولت ترکیه از مخالفان مسلح همین دولت بوده؟ ببینید، این یه بحث دیگه ایه. وقتی که انقلاب سوریه شروع شده بود در سوریه، یک انقلاب بسیار ساده بوده، همین کشورهای عربی شاهد بودن، مردم به پا خسته بودن و میخواستن که رژیم عوض بشه. متاسفانه بعد از مدتی این به جنگ داخلی تبدیل شد که ترکیه هم اونجا یه گروه های رو پشتیبانی کرد، همینطور که کشورهای دیگه. این تنها ترکیه نبود که این کار رو کرد، بلکه همه کشورهای منطقه و غیر منطقه‌ای در اون شرکت کردن. حتی اون دوستای عزیزمون که تو برنامه گفتن جیرخار، خود آقای ترامپ، این حرف آقای ترامپ نه من، گفته که این وای پی جی در واقع موضوع بوده، از ما پول گرفته بودن، جنگیده بودن، کارمون تمام شد، داعش تمام شد، ما باید بریم دنبال کارمون که نمیخوام بین ترکا و کردها من گیر کنم، آمریکا منافع دیگه ای داره. لذا حرفم دوباره اینو میخوام تاکید کنم، نه بحث تاریخی، همونطور که مهمان عزیزمون هم اشاره کردم، ما با کردستان عراق رابطه بسیار خوبی داریم، رابطه اقتصادی داریم، فرهنگی داریم، سیاسی داریم. مشکل ما فقط با پی‌کی‌کی است که مرزهای ترکیه را تهدید میکنه. مگه نه اگه یک مشکل داشتیم به عنوان با کردها، نه با ایران نه با عراق این همه رابطه خوبی نداشتیم. لذا اگه سوریه، فردای سوریه اگه یک حکومت مرکزی تشکیل، خودش باید تصمیم بگیره که با کردهای خودش چه راه حلی پیدا میکنه. ترکیه مسلما بر اون احترام خواهد گذاشت، نه اینکه ترکیه بخواد یه چیز را تحمیل کنه. اما تا اون زمان ما نمیتونیم نظارگر اون موضوع باشیم که واقعا اونجا یک کشور تشکیل شده که پی‌کی‌کی اونجاست، عبدالله اوجلان اکثرش اونجاست، فرماندهان پی‌کی‌کی اونجاست و این برای همگان روشن هست. آقای دستپیش، گفتید که نظامیان کرد سوری راهشون از حزب کارگران کردستان پی‌کی‌کی جداست، ولی همونطور که آقای اویغور اشاره کردند، شواهد زیادی وجود داره که نزدیکی‌های ایدئولوژیک و حتی عملیاتی بین دو طرف جریان داره. حتی نیروهای دو طرف در جاهای دوشادوش همدیگه می‌جنگند. ببینید، این به اصطلاح مثال مثل اینی که هر کسی گفت الله اکبر، معناش این باشه که به اصطلاح این مسلمان مسلمان از نوع مسلمان‌های دیگه است. معناش این نیست. ببین، نزدیکی فکری یا به فرض مثال اگه بنده معتقد به کارل مارکس باشم، معناش این باشه که به اصطلاح وابسته به اون کشوری باشم که کارل مارکس در اون متولد شده، یا از لحاظ لیبرالی یا از لحاظ به اصطلاح دیدگاه های دیگه. اون چیزی که وجود داره ما بین یپگه و پی‌کی‌کی از لحاظ ذهنی، از لحاظ فکریه، نه از لحاظ عملی و از لحاظ استراتژیک و از لحاظ سیاسی. اون چیزی که به اصطلاح یپگه داره اجرا میکنه
برخواسته از واقعیت‌هایی است که در رژاوا وجود داره، نه برخواسته از اون چیزی که در باکور یا کردستان ترکیه وجود داره. به این معناست که جداست، به این معنا که اونها واقعیت خودشون رو میدونن، اونها اهمیت استراتژیک نزدیکی حتی به ترکیه رو میدونن، ولی این ترکیه است که مانع این مسئله میشه. ترک‌ها با جبهه النصره با القاعده میتونن سر یه میز مذاکره بشینن، اما با کردها مشکل دارن. مشکلش هم شما حتی نمونه داخل ترکیه رو نگاه کنید، خود ترکیه ادعا میکرد که پیکک به اصلاح سازمان فلان سازمانه، اما با همین پیکک شروع به مذاکره کرد ولی در نهایت نتونست از اون عقده تاریخیش خارج بشه و بتونه مسئله آدر یا دیگری از به اصلاح صفحه سیاسی خودش دور کنه. به این معناست که این تضاد ذهنی که در ترکا وجود داره اجازه نمیده که بتونن فهم کنن بازیگرانی که در منطقه هستن متفاوت هستن. این به اون معناست که خب نیروهای جبهه النصره هیچ فرقی با داعش ندارن. خب اگه ترکیه با جبهه النصره نزدیکی داره، خب حتما باید به این معنا باشه که اونها به اصطلاح پدرخوانده داعش هست. آقای اویغور خیلی کوتاه لطفاً، تعدادی از غیر نظامیان کشته شدن، افکار عمومی ممکنه که علیه ترکیه در سطح دنیا برانگیخته بشه با این عملیات، به این فکر کرده آقای اردوغان؟ مسلما فکر کرده، به خاطر این عملیات خیلی کند پیش میره. اگه ما هم از روشای ارتش روسیه یا ارتش رژیم بعث استفاده میکردیم، مناطق غیر نظامی رو هدف قرار میگرفتیم که این عملیات خیلی زودتر تمام میشد. لذا ترکیه در فکر این هست، در افرین هم در جاهای دیگه هم که این عملیات اینقدر کند میرفت، دلش این بود که بین نظامیان و غیر نظامیان اونجا تفاوت قائل بشن. لذا فکر میکنم ترکیه حتی تو مدیای چیز سوشل مدیا هم رسانه های اجتماعی هم این عکسای مقایسه کننده بین دو طرف، بین مثلا رقه بعد از گرفتن وای پی جی یا افرین، اینا چیز شده، در واقع به شهر گذاشته شده، اشتراک گذاشته شده و نشون میده که واقعا ارتش ترکیه چقدر حساسه تو اون منطقه. چون بالاخره اینا در واقع اقوام ما هستن، اون کردهایی که اینجا زندگی میکنن، بعضی از فامیلاشون این طرف مرزا زندگی میکنن، یا عربهای اونجا خیلیشون اومدن از دست وای پی جی فرار کردن ترکیه. لذا اونا هیچ به هیچ وجه دشمن ترکیه نیستن. این که هی میگن ترکیه مثلا عملیات ضد کردها اینا کاملا اشتباه است و ترکیه فقط سعی میکنه با سازمان به نام وای پی جی مبارزه کنه و فقط همین. داشتی توضیح میدادی، ما تصاویری از واکنش ها به این عملیات داشتیم در جاهای مختلف جهان. آقای دستپیش خیلی کوتاه، آیا جا برای میانجی وجود داره با توجه به اینکه هم ایران هم آمریکا برای میانجیگری اعلام آمادگی کردند؟ من فکر نمی کنم که کردهای سوریه این مسئله رو رد کنن به خاطر وضعیتی که پیش اومده، به خاطر شرایطی که وجود داره، اما از لحاظ منطقه‌ای فکر کنم جمهوری اسلامی باید این نکته رو درک کنه یا فهم کنه که ترک‌ها برای موصل اومدن، برای ربیعه اومدن، برای کردستان رژاوا این مقدمه کاره، چون که این مسئله در ذهن سیاستمداران ترک برای چندین دهه از وجود داره. از لحاظ ایالات متحده، خب متاسفانه ایالات متحده با یک نوع پریشانی، با یک نوع سردرگمی مواجه شده که اونم نتیجه اون نگاه به اصطلاح غیر عقلانی که دستگاه جدید سیاست خارجی ایالات متحده دنبال میکنه. اما در مجموع اگه واقعا ترکا در این مورد اهل سیاست بودن یا معتقد به کار سیاسی بودن که من غیر ممکن میدم آقای اردوغان وارد بازی سیاسی بشه. چرا؟ بخاطر اینکه بازی سیاسی در داخل دچار مشکل شده، به همین دلیل دنبال یک نوع مشروعیت خارجی است. ممنونم از حسام دستپیش، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل از کردستان عراق از بروکسل با ما، و همینطور حقی اویغور معاون مرکز مطالعات ایران در آنکارا از همین شهر با ما. حالا ببینیم که منطقه تحت کنترل نیروهای کرد سوریه چه ویژگی‌های جمعیتی و جغرافیایی داره. پرهام قبادی گزارش میده. در روزهای گذشته ترکیه و نیروهای تحت امرش عملیات نظامی رو علیه نیروهای کرد در شمال سوریه پیش بردن. اما نیروهای کرد کجا هستن و این منطقه چه خصوصیات جمعیتی و جغرافیایی داره؟ بعد از حمله داعش به شهر کوبانی، نیروهای کرد با شبه نظامیان عرب محلی متحد شدند و نیروهای دموکراتیک سوریه را تشکیل دادند.
این بخش از خاک سوریه تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه است، بخش زرد رنگ که رهبری اون با کردهاست. حالا ترکیه میگه میخواد به عمق 32 کیلومتر در خاک سوریه و طول 480 کیلومتر منطقه امن بزنه، این جایی که هاشور زده شده. بعد از شروع جنگ داخلی در سوریه 3 میلیون و 600 هزار نفر از مردم سوریه به ترکیه پناه بردن. حالا ترکیه میگه تصمیم داره 1 میلیون از این مهاجران سوری رو به این منطقه امن منتقل کنه. تمرکز عملیات ترکیه بیشتر روی دو شهر تل ابیض است و رأس العین بوده که چیزی حدود 100 کیلومتر از همدیگه فاصله دارن. کمیته نجات بین‌الملل که یک نهاد کمک رسانی غیر دولتیه میگه در منطقه تحت کنترل کردها الان 2 میلیون نفر زندگی میکنن که عملیات نظامی ترکیه میتونه 300 هزار نفرشون رو آواره کنه. اما قبل از شروع این عملیات هم هزاران نفر از آوارگان سوری در اردوگاه‌های پناهجوها در این منطقه زندگی می‌کردند. چند اردوگاه مثل نوروز، رژ، مبروکه، عین عیسی با حدود 18 هزار آواره روی هم در منطقه امن قرار می‌گیرند. اما الهول که بزرگترین اردوگاه خارج از اون منطقه در 60 کیلومتری مرز ترکیه است. 94% جمعیت الهول کودکان و زنانند. نیروهای کرد میگن در 7 تا از این اردوگاه‌ها 12 هزار نیروی داعش زندانیان که 4 هزار نفرشون پیکارجوهای خارجیان. یکی از نگرانی‌ها در بحبوحه این درگیری محافظت از این پیکارجوهاست و این جنگ و درگیری ممکنه شرایط فرار اونها رو مهیا کنه. برنامه قبادی گزارش میداد. واکنش ها به گفته‌های رئیس جمهوری ایران درباره اینکه مجلس اول شورای اسلامی بهترین مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی بوده ادامه دارد. انتقاد حسن روحانی از عملکرد شورای نگهبان موجب شده بعضی مقام ها بر لزوم نظارت شورای نگهبان تاکید کنند و حسن روحانی را به این متهم کنند که از اصلاح طلبان حمایت می کنند. شورای نگهبان مسئول بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی و تایید صلاحیت برگزاری انتخابات است و مخالفان جمهوری اسلامی میگن وجود شورای نگهبان و نظارت استصوابی باعث میشود تا تنها عده معدودی که مطابق میل حاکمیت هستند از قربال نظارت بگذرند. فرین عاصمی گزارش میدهد. خب ما بهترین مجلس شورای اسلامی در تاریخ ایران مجلس اول ما بود. این گفته های حسن روحانی درباره دوره اول مجلس با واکنش های زیادی همراه شده. مجلسی که توش نظارت اینجوری نبود، شورای نگهبانی نبود تا اینجوری نظارت بکنه، این دفاتر نظارتی نبود، همه آمدن ثبت نام کردن از جناهای مختلف، حتی منافقین آمدن ثبت نام کردن. منافقین حق ثبت نام داشتن. این هم واکنش روزنامه کیهان به این گفته ها، گفته هایی که آنها را عجیب و بی سابقه خوانده و گفته در خوشبینانه ترین حالت حسن روحانی بدون اینکه بخواهد در حال خط دادن به اتاق فکر اصلاح طلبان و رادیکالیزه کردن فضای سیاسی ایران است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم گفته های حسن روحانی را نادیده انگاشتن قانون اساسی و فراخوانی برای عدم رعایت قانون دانسته. پس این که میگن نظارت استصوابی چیز جدیدیه، نه بابا. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هم در انتقاد از سخنان رئیس جمهوری ایران نظارت شورای نگهبان را لازم دانست. این به معنای این است که هر کی از راه رسید بگیم بفرما، اسم تو می نویسیم، قانون میگه شورای نگهبان. و این نظارت استصوابی هم چیز جدیدی نیست، میگن شورای نگهبان نبوده. خب شورای نگهبان نبود، اما امام برای ریاست جمهوری یه هیئتی رو تعیین کرد و اون هیئت نظارت استصوابی رو اعمال کرد. کدشو بگم، مسعود رجوی خبیث رو رد کردن، باریکلا خدا پدرشونم بیامرزه که رد کردن وقتی انتخابات پیش آمد. این هم توصیه های آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی که احمد خاتمی به آن اشاره کرده. منتخبین شما اشخاصی باشند که توجه به اسلام داشته باشند، متعهد به اسلام باشند، بازیگر نباشند، به شرق و غرب توجه نداشته باشند. حسن روحانی خودش از نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی بود. انتخاباتی که در اسفند 58 برگزار شد و مجلسی که از هفته خرداد 1359 کارش را شروع کرد. حسن روحانی تنها کسی نیست که دوره اول مجلس شورای اسلامی را بهترین می‌داند. مرتضی الویری که خود نماینده این دوره مجلس بوده هم پیشتر گفته بود مجلس اول آزادترین مجلس است که بعد از انقلاب شکل گرفت و در آن اثری از به گفته او غربالگری نامزدها و نظارت استصوابی وجود نداشت.
در دوره اول مجلس نامزدهای مختلفی با گرایش‌های مختلف شرکت کردند. افرادی از ائتلاف بزرگ که شامل حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جامعه روحانیت مبارز بودند. دفتر همکاری مردم با رئیس جمهور، افرادی که با ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری وقت ائتلاف کردند. نمایندگانی از نهضت آزادی، افرادی از جنبش انقلاب مردم مسلمان ایران، نمایندگان جنبش مسلمانان مبارز که افراد نزدیک به ملی مذهبی ها بودند، جبهه ملی ایران، حزب توده، مجاهدین خلق و مستقل ها. با این همه تعدادی از نمایندگان دوره اول مجلس به دلیل محدودیت‌های سیاسی نتوانستند تا پایان دوره نمایندگی در سمت خود باقی بمانند. بعضی از آنها مجبور به استعفا شدند و اعتبارنامه 12 نفرشان هم تصویب نشد. اما در انتخابات میان دوره مجلس و با ورود شورای نگهبان به صحنه نظارت، آیت الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان اعلام کرد فقط کسانی می توانند نماینده مجلس شوند که مسلمان و یا از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی باشند. مجلس اول شاید از نظر سیاسی متنوع‌ترین مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی بود، اما قوانین و اساسنامه‌هایی که سنگ بنای جمهوری اسلامی را گذاشت، مثل سپاه پاسداران، نحوه اداره سازمان صدا و سیما، قانون مجازات اسلامی، قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در این مجلس تصویب شد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات است و شورای نگهبان باید صلاحیت داوطلبان نامزدی را تایید کند. نقش شورای نگهبان که اعضای اصلی آن را رهبر به طور مستقیم انتخاب می کند، همواره از سوی مخالفان جمهوری اسلامی و برخی جریانات سیاسی داخلی مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان میگویند نظارت شورای نگهبان یا همان نظارت استصوابی نمیگذارد انتخابات در ایران آزاد و عادلانه برگزار شود. فرین عاصمی، بی بی سی. حسن یوسفی اشکوری، نماینده مجلس اول از بن آلمان به ماسای اشکوری. نزدیک به 40 سال از انتخابات اون مجلس میگذره، 9 دورم بعدش هم مجلس برگزار شده. دلیل این که الان دوباره درباره اون بحث هست چیه؟ با سلام به شما و همه بینندگان و مخاطبان، ولی دلیلش به نظر میاد که این رقابت‌های جناحی و عرض کنم که اختلافاتی که در درون دو جناح اصلاح طلب و اعتدالی از یک سو و جناح محافظه‌کار از سوی دیگه هست. آقای روحانی به هر حال با وجود اینکه خودش هم نماینده از مجلس اول و فکر میکنم تا مجلس پنجم نماینده بود، از همین رانت و حکومت و از همین نظارت استصوابی از مجلس چهارم به بعد یا از مجلس دوم می شود گو به شکلی استفاده کرد و به هر حال نماینده این مجلس شد. ولی خب حالا الان که در مقام ریاست جمهوری هست و بعد به هر حال با حمایت اصلاح طلبان دو دور رئیس جمهور شده و یک اختلاف دیدگاهی، البته من نمیخوام بگم این علکی یا مصنوعی یا تصنعیه، نه، ولی به هر حال یک اختلاف دیدگاهی با اون جناح اصولگرا داره و حالا در آستانه انتخابات مجلس جدید که قرار داریم، انتخابات اسفند ماه، میخواد که یه ذره فضا بازتر باشه، نیروهایی که به هر حال توی به این جناح اصلاح طلب اعتدالی، نمیدونم به این جناح این طرفی و در مقابل اصلاح اصولگراها بتونن وارد مجلس بشن، به نظر من داره یه خورده فضا رو باز میکنه و جلوی اونها رو میخواد بگیره که نظارت استصوابی رو خیلی سخت نگیرن و یک کمی فضا رو باز بکنن برای انتخابات. یعنی یه انگیزه سیاسی هست. ولی اینکه ایشون میگه که انتخابات مجلس اول آزادترین مجلس بود، کاملا درسته. بعضی های دیگه گفتن کاملا درسته. اگر آقا لازم باشه بهش میشه اشاره کرد. فقط اضافه میکنم چون در گزارشگر شما هم بود، اینکه انتخاب مجلس اول آزاد بود، در انتخاباتش به نسبت آزاد بود یا در قیاس با دوره‌های بعد آزاد بود، به معنیش این نیست که اولا واقعا به طور با معیارهای متعارف دنیا آزاد بود، این اولا، و ثانیا همون مجلس اول هم واقعا کارآمد بود یا به اصطلاح سنگ بنای درستی برای آینده گذاشت. دلیلش هم اگر لازم باشه خدمتتون توضیح میدم. بله بفرمایید. شما خودتون در اون دوره نماینده مجلس بودید، اگر بفرمایید که چطور مسیر بعدی انقلاب ریل گذاری شد؟ ببینید دلیل اصلیش این بوده که از همون اول بعد از پیروزی انقلاب، اول در شورای انقلاب و بعد در دولت اول دولت آقای بنی صدر و بعد از تشکیل مجلس هم در سال 59، عرض کنم که دو جناح
در برابر هم قرار گرفته بودن. یعنی یک جناح در یک طرف با اکثریت حزب جمهوری اسلامی بود، جناح خط امامی های اون زمان بودن که مخصوصا در بعد از قدرت دست در بنی صدر با هم متحد بودن و در مجلس اول هم فراکسیون اکثریت تقریبا می شود گفت 120 نفری را تشکیل داده بودند. اینها قدرت اکثریت در اختیار داشتند، چون ریاست جمهوری را از دست داده بودند، بنابراین آمدن مجلس در اختیار گرفتند و بعد از اینکه مجلس در اختیار گرفتند در تشکیل دولت، در انتخابات وزیران وزارتخانه ها و بسیاری از مسائل دیگه دستشون باز بود. بنابراین طوری حلقه را در هولوش رئیس جمهور و حلقه را تنگ کردند با قانونگذاری ها، با برنامه ریزی های پیدا و پنهان، با انواع توطئه‌هایی که حزب جمهوری اسلامی و حامیانشون و همپیمانشون انجام میدادن، سرانجام تونستن که رئیس جمهور رو عرض کنم حذف بکنن. وقتی که در خرداد سال 60 رئیس جمهور حذف شد، دیگه حاکمیت تقریبا یک پارچه شد. از سال 60 به بعد چون اکثریت مجلس در اختیار حزب جمهوری اسلامی بود، یعنی جناح انصار طلب، جناح استبداد دینی، جناحی که به هر حال اسبشو زین کرده بود که تمام حاکمیت رو تا روز قیامت در اختیار خودش داشته باشه و اجازه تنفس به کسی نده و اجازه نفوذ نیروهای غیر خودیشون رو به درون خودشون نده، حتی نهضت آزادی، حتی ملی مذهبی ها، حتی افرادی که تا حدودی به اینا نزدیک بودن یا در انقلاب نقشی داشتن، به همین دلیل بود که اینا مجلسی که در اختیار گرفتن قوانینی وضع کردن که این قوانین امروز همونجور که در گزارش شما بود سنگ بنای بسیاری از عرض کنم که مسائل بعدی، مشکلات بعدی به صلاح انجام شد. به این همه از خرداد سال 60 به بعد این کارها انجام شد. آقای اشکبری، شما به تعداد اونها اشاره کردید که گویا اکثریت رو در دست گرفتن، حمایت آیت الله خمینی رو هم داشتین. میشد در اون مجلس جوری دیگر عمل کرد و مسیر رو به سوی دیگر کشاند؟ والا اینجا یه بحث بسیار مهم و جدی پیش میاد که الان مجالش نیست، فعلا فقط به اشاره میگویم. بله میشد، تا حدودی میشد. البته اون زمان فکرمون اینجوری نبود، اون زمان فکر میکردیم که اصلا اینکه این چیزایی که پیش میاد اصلا حداقل من تصورش نداشتم که بعد از خرداد 60 چی میخواد پیش بیاد، زندان ها، اعدام ها، شکنجه ها و مسائل رو اصلا قابل پیش بینی نبود. اولا وقتی این حرکت ها شروع شد، اقدامات شروع شد، فکر میکردیم حالا 5 ماه هست، 6 ماه هست، بحران هست، ترور هست، جنگ هست، مشکلاتی هست، یواشاش حل خواهد شد. ولی به تدریج من شخصا به صلاح ناامید شدم. ولی اولین اشتباه رو به نظر من همون رئیس جمهور وقت جناب آقای بنی صدر کرد که اگر بهتر عمل میکرد، هوشمندانه تر عمل میکرد، از حمایت آیت الله خمینی که تا روزهای آخر باهاش بوده، از این حمایت ها هوشمندانه با تدبیر استفاده میکرد، احتمالاً من نمیتونم بگم قاطع، احتمالاً حوادث بعدی پیش نمی آمد. این یه مسئله. مسئله دیگر این که همون چند تا فراکسیون به اصطلاح اقلیت مجلس بودن، اینها هم چون آینده رو پیش بینی نمی کردن، خیلی چی خوشبینانه هنوز با مسائل نگاه نمی کردن، اونها هم فعال برخورد نکردن. اگر اونها فعال برخورد می کردن، ممکن بود که جلوی بعضی چیزا گرفته بشه. ممنونم از حسن یوسفی اشکبری، نماینده مجلس اول از بن آلمان با ما. به تازگی کتابی از شعرهای آریا بر، دختر جوان افغان، به انگلیسی منتشر شده که در محافل ادبی آمریکا مورد توجه قرار گرفته. شعری از آن در مجله نیویورکر هم چاپ شده. نشریه ادبی هم جایزه سالانش را به او داده. همزمان با انتشار کتابش با او گفتگو کردم. اول از او پرسیدیم که در آلمان بزرگ شده، چرا به انگلیسی شعر میگه؟ بله، من در آلمان هم که کلان شدم، من تا صنف 13 من رفتم در یک مکتب بایلینگوئل که زبان دومش انگلیسی بود و هر وقت استعداد زیاد داشتم به زبان انگلیسی و من که چوچه بودم شعر میگفتم در زبان آلمانی، مونتا که من رفتم آمدم انگلستان در امینجا در لندن در گولدسمیث یونیورسیتی در رشته انگلیش لیتریچر که خواندم، شروع کردم اشعار مرا در زبان انگلیسی بگویم. بعد دیدم که در انگلستان و در امریکا زیادتر اپورتونیتی هست، از او خاطر ما در انگلیسی میکنم. اینجا ادبیات انگلیسی خوندید و بعد هم فکر کردید که خب فرصت‌های بیشتری فراهم هست در اینجا و در امریکا. گفتید که از کودکی، از بچگی شعر میگفتید به زبان آلمانی هم. چطور شد که اصلا شعر رو در درون خودتون کشف کردید، علاقمند شدید که شعر بگید و ادامه بدید؟
ما در فامیل ما زیاد نفرا شعر میگه، مادر مام زیاد شعر میگه در زبان فارسی که ما چوچه بودم هر وقت میشنویدم شه زیاد خوشم آمده بود. باز مام هر وقت که ما چوچه بودم شعر میگفتم با زبان فارسی اول، باز در زبان آلمانی، باز در زبان انگلیسی. باز ما نمیفهمیدم که ما استعداد دارم برش یا نه. حالا که بر ما اسکالرشپ داده بودن در NYU که بتونم ماستری خود در پویتری بخونم، باز ما با جرات شدم که بتونم شعرم به راستی پروفشنال کنم، تخصصی کنم. اشاره کردید که خانواده شما با شعر آشنا هستن، مادرتون بله. به زبان فارسی شعر میگن. در ایران، در افغانستان شعر خیلی طرفدار داره. در جامعه غرب، مثلا در آلمان چقدر به شعر علاقمندی وجود داره، یا اینجا در انگلستان خصوصا در میان جوانترها؟ در آلمان قضیات نفرا علاقه ندارن برای شعر، فکر میکنن یک گپ از تاریخ است. مگم در دنیای انگلیسی زبان نفرا زیاد علاقه هنوز دارن، جوان هم زیاد علاقه دارن، خوش دارن که بشنون، کتابای اشعار بخرن، چاپ میشه. از او خود زیاد نفرای جوان هم هستن که در امریکا و در انگلستان شعر میگن. یکی از کتاب‌های شما که تازه منتشر شده کتاب هارد دمیج هست، شعری از اون رو من دیدم که در مجله نیویورکر چاپ شده بله. با صدای خود شما، میتونید قسمتی از اون رو بخونید؟ سعیست، بله. Afghan funeral in Paris. The aunts here clink Malbec glasses and parade their grief with musky, expensive scents that whisper in elevators and hallways. Each natural passing articulates the unnatural. Every aunt has a son who fell or a daughter who hid in rubble for 2 years until that knock of officers holding a bin bag filled with a dress and bones. But what do I know? You know, the bakshi is un share has ke این طرف اون طرف در موردش گفته شده، چاپ شده، Funeral in Paris. خود عنوان Heart Damage و همینطور Funeral in Paris، یعنی تشییع جنازه در پاریس، عناوین تلخی هستند. چرا شعر شما شعرهای تلخیه؟ ما خو مادر پدرم از کابل هستن، ما در آلمان تولد شده مونتا. ما تا که سال 11 تا که 11 ساله شدم ما پاسپورت آلمانی نداشتم. خو ما خود هر وقت خارجی احساس میکردم و ما سر از می موضوعات مهاجرت، موضوعات جنگ و نفرای مهاجرین که از یک کشور میبراین میرن در یک کشور بیگانه، یک زبان نو باید یاد بگیرن، یک کار خود اعلامیتن، خانه خود، فامیل خود اعلامیتن کشور دیگه. من زیاد سر از این فکر میکردم که من چوچه بودم. من نوزم زیاد فکر میکنم از خاطر زندگی سخت است بر نفرا که مهاجرین هستن. از او خاطر موضوعات تلخی یا تراجیک در شعرم زیاد است. منتها من موضوعات شیرین هم دارم که ارتباط فامیل، احساس انسان، اینطور گپارم سر از وام شعر میگم. آریا بربود، شاعر افغان. رضا مددی، رزمیکار ایرانی سوئدی، به زودی با ورزشکاری از اسرائیل مسابقه می‌دهد. او دلیلش را تلاش برای شکستن تابوی مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی عنوان کرده. چندی قبل سعید مولایی، جودوکار ایرانی، بعد از آنکه مجبور شد در مسابقه‌های قهرمانی جهان برای روبرو نشدن با حریفی اسرائیلی به باختی مصلحتی تن بدهد، تصمیم گرفت به ایران باز نگردد. بعد از آن فدراسیون جهانی جودو ایران را تعلیق کرد. رضا مددی، ورزشکار UFC از استکهلم سوئد. آقای مددی، چطور شد که اصلا چنین تصمیمی گرفتید که با یک حریف اسرائیلی مسابقه بدید؟ سلام علیکم به شما و شنوندگان، بینندگان عزیزتون. ببینید، این مسئله چند روز پیش دیدید که یک خانم ببخشید ایرانی خودش آتیش زد. چند وقت بعد استادیوم ها رو باز کردن، خانم ها تونستن برن مسابقه های فوتبال رو نگاه کنن. به نظر شما باید یه ورزشکار، یه کشتیگیری، یه جودوکاری بره روی توشک ورزشی خودش رو آتیش بزنه تا بخوان این تابو رو بردارن؟ که این به نظر من چیز خیلی مسخره که ما ورزشکارا نمیتونیم یه ورزشکار از کشور دیگر رو باشون مسابقه بدیم به دلیل حاضر مشکلات سیاسی. ماها ورزشکاری، ما که سیاستمدار نیستیم که بخوایم خودمون رو تو این بازی‌ها دخالت بدیم و
یکی از مهمترین دلایلی که من این کار خواستم انجام بدم به این دلیل بودش که ورزشکاری که تو ایران زندگی میکنه به خاطر هزاران مشکل شاید نتونه این کار انجام بده، ولی من که این ور آبم، پاسپورت کشور دیگر دارم، 30 سال بیشتر 30 سال اینجا زندگی کردم، این مشکلات من برای من پیش نمیاد، برای من خیلی راحت داری که بتونم این تابو رو بشکنم با یه ورزشکاری از اسرائیل. چون شما 30 سال این طرف آب زندگی میکنید، پاسپورت یک کشور دیگر رو هم دارید، اگر این مسابقه انجام بشه چطور میتونه به تابو شکنی کمک بکنه؟ به این معنا که شاید در ایران گفته بشه که شما از یک کلن از یک کشور دیگه هستید. ببین اصل مطلب این مسیجی که من دارم میدم، من همیشه به عنوان ایرانی به ایرانی بودنم افتخار کردم، همیشه در تمام مسابقاتم اگه شما نگاه بکنه ببینیم که پرچم ایران روی لباسهای من بوده، من با موزیک ایرانی به تو میرم، حالا چه هر جای دنیا که مسابقه دادم، تو مسابقات یو اس سی ما تمام میتونید ببینیدش که من به ایرانی بودنم همیشه تکیه کردم، پرچم ایران رو زدن. ببین اینا به نظر من حاشیه است، اصل مطلب اینه که یک ورزشکار میتونه با یه ورزشکار دیگه مسابقه بده. دین، سیاست، اینا هیچ کدوم اینا به ما ربطی نداره. اون یک انسانه، منم یه انسانم و سیاستمدارای کشور اونا چه کار میکنن و سیاستمدارای کشور من چه کار میکنن به ما ربطی نداره. ما دو تا ورزشکاریم که به نظر من این خیلی مهمه که بتونیم این تابو رو بشکنیم. آقای مددی، ورزش بالاخره بازی برد و باخت داره. اگر برنده بشید حتما باعث خوشحالی ایرانیان زیادی خواهد شد، ولی اگر ببازید چی فکر میکنید؟ برادر عزیز، من در کارنامه زندگیم، در اون کتابی که باز مونم، کتاب لغتاری که بخوام دنبال لغت مثلا دیکشنری بگردم، کلمه باخت تو زندگی من وجود نداره. بالاخره هر انسانی میبازه میبره و این چیزی نیست که من شخص بهش فکر میکنم. من همیشه به این به عنوان پیروزی فکر کردم. من یه ورزشکارم که به دنبال پیروزی هستم و 100% برای پیروزی میرم، ولی مهمترین مسیج من اینه که دنبال هدف این مسابقه است برای من. بله. و بزرگترین هدفم اینه که معذرت میخوام، شاید بی‌ادبی باشه، دهن خیلی ها رو ببندم که این کار رو یه نوع کودک سپورت اف کودک کشی یا نمیدونم یک نوع بیرحمی از سمت من میبینن، که خیلی دلم میخواد اینجا این مسیج رو به اونا بدم که اگر شما خیلی دلتون برای مثلا کودکان میشه، ما بهتره که به فکر کودکای کشور خودمون باشیم. ممنونم آقای مددی. بله. سپاسگزارم از رضا مددی، ورزشکار یو اف سی از استکهلم سوئد با ما، و ممنون از شما که تا این لحظه برنامه 60 دقیقه رو دنبال کردید.